آقای دکتر، پیش از اینکه من سوالهای پیرامون اقتصاد رو مطرح کنم، میخواستم نظرتون رو بپرسم درباره حوادث پریروز تهران که میگویند کار داعش بوده است. بله بله. نظرتون چیه؟ والا در طبیعی است که نظر در مورد اون که در واقع بوده ندارم، شایعه ها زیاده، ولی به هر صورت داعش که خود آفریده جنبه جمهوری اسلامی است، یعنی عمل جمهوری اسلامی در عراق، تبعیضی که در شیعه سازی در اونجا انجام دادند و سنی ها رو در بازمانده های از کنم ارتشیان صدام دور اونها جمع کرد و داعش رو پدید آورد. و خب طبیعی است که نخستین دشمن داعش هم جمهوری اسلامی باشه، برای اینکه به عنوان عکس العملی به جمهوری اسلامی درست شده. از سوی دیگر در برابر عرض کنم خلافت شیعه که ایران پدید آورده، اونا به دنبال خلافت سنی هستند. به این ترتیب عرض کنم از منظور از این حرکت و نزدیک شدن به مرزهای ایران نیست، این بود که در ایران گرفتاری های بیشتری ایجاد بکنن. ولی به هر صورت مایه تأسف اونه که هست، این در واقع در کوزه افتادن خیاطه که جمهوری اسلامی که یکی از بنیانگذاران پدیده ترور و استشهاد یعنی انفجارهای انتحاری، امروز خودش با این گرفتاری روبرو شده. برای ما جای تأسفه، برای اینکه هر گونه عمل تروریستی عرض کنم به زیان مملکت، به زیان مردم در تمام جهان و امروز در ایران اتفاق افتاده. به هر حال ما متاسفیم، ولی قضیه ممکنه ادامه داشته باشه با این وضع. ممنونم آقای دکتر. آقای خامنه‌ای پریروز به طرفداران خودش دلداری داد، گفت آنها نباید ناامید شوند. اینکه حالا یک جایی ما گفتیم ولی نشد، در یک جای دیگر فلان مقصود را داشتیم اما تحقق پیدا نکرد، مطلقاً نباید اجازه دهید که یأس و ناامیدی بر شما غالب شود. او توصیه‌ای کرد به طرفداران خودش که در واقع بیشتر توصیه علیه دولت روحانی بود. او گفت اینجا فرماندهان ما دستور آتش به اختیار دارند. خب شما افسرهای جنگ نرمید، قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید. آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد، منظورش دولت، و نمیتواند درست مدیریت کند، آنجا آتش به اختیارید. یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید. تقریبا اینو دستور کودتاست. شما چه نظری دارید آقای دکتر؟ از کم نسخه ای برای هرج و مرج، برای خانخانی، برای اینکه هیچ کسی نظمی رو به رسمیت نشناسه. متاسفانه این در قوانین ایران هم هست، یعنی قوانین اسلامی ایران هم هست که مؤمن حق داره وقتی تشخیص داد که گناهی انجام میگیره رأساً اقدام کنه، جلوشو بگیره. یعنی دولت بی دولت، دستگاه قضایی بی دستگاه قضایی، یعنی معیارهای قضاوت همه باطل میشوند و در نتیجه هرج و مرجی که عملا وجود داره این رو به رسمیت میدن. جای بسیار تاسفه. برگشت به زندگی قبیله‌ای است که آقای خامنه‌ای دارن تربیش میکنند.
آقای محمد نوریزاد معروف حضورتون هستن. بله. در یک تحلیل هفتگی از از یک شبکه جهانی به نام دور تیوی گفت که حملات تروریستی تهران که در مجلس شورا و حرم خمینی روی داد محکوم است و آنگاه به سخنان روز قبلی روز گذشته رهبر نظام پرداخت و گفت این که رهبری دستور آتش به اختیار می‌دهد بسیار خطرناک است و نشانه این است که کفگیر سیاست‌های نظام به ته دیگ خورده و قوغا و تلاطمی عظیم در نظام در جریان است. بله درسته، عرض کنم این مقوله که در واقع شما تمامی نظم و معیارها رو کنار بگذارید و به هر شخصی اختیار بدید که خودش قاضی باشه، خودش شاهد باشه، خودش حکم صادر کنه و خودش مجری حکم باشه، جز این نیست که کشور رو میخواین در یک بلبشو فرو ببرید. منهای این که دولت رو هیچ کاره میکنه، تمام نهادهای موجود دیگر رو هیچ کاره میکنه، کار بسیار بسیار خطرناکی است و متاسفانه از اون اندیشه بسیار بدوی قبیله‌ای سرچشمه میگیره که در اونجا معیاری جز این نبود، عرض کنم که فرد مؤمن خودش تصمیم بگیرد و دنبال اصلاح قضیه باشه، حتی به قیمت نابود کردن اون طرف، اون مرکز گناهی که طرف فکر کرده. به این ترتیب کار بسیار خطرناکی است. متاسفانه از این 30-40 سال حکومت حتی اینا چیز مثبتی نیاموختند. آقای دکتر، هر 4 سال یک بار کشاکش انتخاباتی بدل می شود به عرصه رسوایی کل این نظام به اصطلاح مقدس و طرف ها لباس های آلوده نظام رو در ملأ عام می شویند ولو به علت العلل فساد، در واقع به علت العلل فساد اصلی نمی پردازند. به نظر شما ناگفته های این عرصه کدام ها هستند؟ ببینید، در انتخابات عرصه پدید میاد که طرف ها ناگزیر چیزی که برای مردم مشهوده، هر روز تجربه میکنند، از اونها نام ببرند. این منجر میشه به رسوایی تمام دو طرف نظام. در واقع در این عرصه انتخابات از فسادها صحبت شد، از دزدی‌ها، از کمکاری‌ها، عرض کنم از وضعیت آشفته‌ای که در اقتصاد وجود داره، منتها به این نیت تر می‌شود که تقصیر این رو بندازن به دوش اون طرف مقابلشون. مثلا گفته شد که حاشیه نشینی تعدادش به 11 میلیون و آقای رئیسی تصحیح فرمودند که 16 میلیون. رقم بسیار بسیار خطرناکی است. ملاحظه میکنید که حاشیه نشینی یعنی افرادی که از جای خود کندند، مثلا از روستا کنده اومده در شهر بزرگ و اونجا جایی پیدا نکرده، در نتیجه کاری پیدا نکرده، جایگاهی به دست نیاورده. در حاشیه شهرها، در حاشیه شهرها معمولا نظام، عرض کنم، بهداشتی، فرهنگی و حتی سازمان زندگی وجود نداره. در نتیجه حلبی آبادهایی پدید میاد و اونجا زندگی میکنند. همین مسئله که به انقلاب ایران رو آتشبیارش شد، وجود حدود 4 میلیون حاشیه نشین در اطراف تهران بود و اتفاقا همین پدیده انگ خودش رو به انقلاب ایران زد، به این معنی که وقتی گرفتاری ها موجه غیر موجه دهان باز کرد و مردم از زبان روشنفکران زبان به اعتراض گشودند، به تدریج که لایه های دیگر اجتماع به این حرکت پیوستند،
این اصحاب حاشیه نشین اینها پیوستند، ولی برخلاف همه گروه های دیگر، همه اصناف دیگری که در انقلاب شرکت کرده بودند، اینا جایی نداشتن برگردن، اینا در میدان باقی موندن. ملاحظه بفرمایید در جریان انقلاب دانشجو بود، بازاری بود، از صنف‌های مختلف کسانی بودند، ولی این حاشیه نشینا که صنفی هم به شمار نمی روند، دسته آشفته پریشان و بدون فرهنگ معین، بدون سازمان وارد شدند، اینا برنگشتند. در نتیجه بعد از انقلاب که آبها از آسیاب تا حدودی افتاد، معلم رفت سر کلاسش، بازاری رفت سر دکونش، دانشجو رفت سر کلاسش، عرض کنم محصلین به سر کار برگشتن، دیگر حرفها به جای خود برگشتن، ولی این حاشیه نشین ها در میدان موندند و رنگ خودشون رو، انگ خودشون رو، فرهنگ خودشون رو به انقلاب تحمیل کردند. در نتیجه دو سه سالی گذشته بود که انقلاب رنگ لومپنی گرفت. این یه پدیده خطرناکه که در اونجا نام برده شد که حداقل 11 میلیون عرض کنم حاشیه نشین هستند. بعد این رقمی که گفته شد 10 میلیون نفر بی سواد کامل وجود داره. اعتراضی نشنیدیم از طرف مقابل که طرف دولت باشه، این آقای میرسلیم عنوان کرد در اونجا. عرض کنم از اسکله های غیر مجاز، از قاچاق صحبت شد. ما میدونیم پدیده بسیار گسترده ایه و عملا قاچاق به معنی ناشناخته بودن نیست، بلکه به معنی این است که قاچاق به طرف غیر رسمی ولی قدرتمند حکومت تعلق داره. در نتیجه این رو دمدستگاه رهبری و سپاه پاسداران اونا اداره میکنن. عمدتاً این اسکله های عرض کنم غیر رسمیه که تعدادشون 25 گفته شده، ولی در همین مناظره ها گفته شد که از 114 اسکله مرتب قاچاق وارد میشه. دولت در دفاع گفت که ما 25 میلیارد دلار قاچاق سالانه رو به 12 میلیارد دلار کاهش داده. عرض کنم صحبت از بیکاری، صحبت از تورم، صحبت از فسادهای کلان بود. مثلا آقای جهانگیری گفتن که 700 میلیارد دلار رو گرفتند و خرج کردند. چه شد؟ خب ملاحظه بفرمایید 700 میلیارد دلار که البته معلومه، منتها وقتی از زبان ایشون تکرار میشه این مستند میکنه قضیه رو. بین 700 تا 800 میلیارد دلار در زمان دو حکومت آقای احمدی نژاد درآمد نفتی بود که حساب کتابش معلوم نیست. کسی هم حساب کتاب عرض کنم ارائه نکرده به ملت و اتفاقا بزرگان اون نظام، یعنی کسانی که آقای احمدی نژاد رو سر کار آوردند و نشوندن، اینا هنوز در میدانن و باز بزرگ نظامن. کسی صحبت نکرده این پولها از کجا آمد، به کجا رفت، چه شد. ارقامی به صورت استثنایی که نمیدونم بابک زنجانی اینقدر، فلانی اینقدر، بعد دوزیهای دیگر 7.5 میلیارد دلار اینقدر توسط آقای خاوری و دیگران، اینا عنوان شدند. ولی به هر صورت در این مخمسه انتخابات افشاگری های انجام میگیره و بعد به اصطلاح طرفین تصور میکنن که آبها از آسیاب افتاد، یعنی وقتی انتخابات تمام شد باید این صحبت ها تموم بشه، در حالی که فساد در اونجا هست. فساد اقتصاد کشور رو از نفس انداخته، مردم رو از نفس انداخته، از پای انداخته، اقتصاد ایران رو زمینگیر کرده، ولی ادامه داره و اون فسادگران، قاچاقچی ها و اونایی که انحصار رو در دست گرفتن هنوز بر اریکه ها محکم نشستند و این فساد رو اداره میکنن. آقای دکتر منصور، همه داوطلبا، نامزدهای انتخاباتی روی مسائل اقتصادی تمرکز کرده بودند، ولی آیا سخنان اونها موجه بود، با واقعیت میخوند؟ بله، برخلاف اون که عرض کنم اینا اسامی اصولگرا و اعتدالی حمل میکنن با هم، با خودشون عرض کنم، صحبت بر سر
مسائل گریزناپذیری بود که در زمینه اقتصاد برای مردم ملموسه. در نتیجه همه متمرکز شدن روی مسئله اقتصاد. ولی اینکه چقدر مربوط بود، چقدر نامربوط بود. سخن نامربوط زیاد گفته شد. نشون میداد که این آدمایی که مأمور شدن در اونجا این بازی ها رو بکنند، در واقع توی باغ نیستن، معنی کلمات خودشون نمیفهمن. من اگر چندین نمونه عرض بکنم براتون، مثلا آقای قالیباف فرمودن که برنامه ششم ما رو موظف کرده بیش از 6 میلیون شغل در ماه ایجاد کنیم. حالا اشتباه لوپیست یا درک ایشون همینه که در ماه میشه بعد 6 میلیون شغل ایجاد کرد در اقتصادی که به طور متوسط سالانه بین 400 حد اکثر 550-600 هزار شغل ایجاد کرده و بیش از این توانشو نداشته. عرض کنم به جز آخرین سال که در اونجا استثنان دولت 700 هزار شغل ایجاد شده گزارش کرد و در برابر اون 700 هزار شغل ایجاد شده 1,200,000 جوگای کار وارد بازار شدن، در نتیجه خالص بیکاری 500 هزار نفر هم افزایش بده کرد. این یکی از اون سخنهای یکی از برای اینکه این نوع فرمایش‌ها رو زیاد کردن. مثلا آقای رئیسی فرموده بودن 1,000,000 تن پتروشیمی 1,000,000 شغل ایجاد می‌کند، در حالی که جواب آقای جهانگیری بود که ما 9,000,000 تن به تولید پتروشیمی افزودیم، معنیش اینه که باید 9,000,000 شغل ایجاد کرده باشیم. چنین چیزی بی‌معناست، حرفای واقعا نسنجیده. اون وقت در زمینه وام هایی که داده شده، آقای قالیباف فرمودن که 500 هزار میلیارد تومان وام داده شده به دانه درشت ها. 500 هزار میلیارد تومان. اقتصاددانان از کلم داخل کشور این رقم رو 15 هزار میلیارد دلار ذکر می کنند. در نتیجه حساب دستیشون نیست وقتی میرسه به این نرفا، نمیخونه در هیچ جای حساب‌های دولتی، نمیخونه این رقم. عرض کنم در همین جا معلوم شد، ببینید اینا هدفهایی رو دنبال میکنن ولی از لابلای سخنانشون مسائلی مطرح میشه. مثلا در دور اول انتخابات وقتی آقای قالیباف میگفت که من معتقد بودم به آزادی تظاهرات دانشجویان و میگفتم که اینها را آزاد بذارید تظاهر کنند، آقای روحانی گفت که بله شما اینو میگفتید، ولی میگفتید بذارید آزاد بیان خیابون که ما گازنبوری بگیریمشون. ملاحظه میکنید رسوا کننده بود. این بار عرض کنم معلوم شد از بیانات آقای جهانگیری که حمله به سفارت عربستان سعودی که این همه پیامد داشت، به جای اینکه تا جایی رسید که رهبر انقلابم ناگزیر شد که تقبیحش کنه قضیه رو، حمله به سفارت عربستان زیر دست آقای قالیباف انجام گرفته. برای اینکه به صراحت گفتن، ایشون هم در دفاع چیزی نگفتن، این را آقای جهانگیری در همون رویارویی اعلام کرد. و بعد عرض کنم در مورد بسیاری از ارقامی که عنوان کردند، مثلا ایشون گفتن که من درآمد ملی کشور رو 2.5 برابر میکنم. معنا رو نمیفهمن، عنایت میکنید، معنای این حرفا رو نمیفهمن، ولی جرأت میکنن در اونجایی که دهانها بسته است وارد میدان بشن و حرفای بی‌معنا رو بزنن. در نشه خیلی از حرفایی که در زمینه های اقتصادی گفتن بی ربط بود. تنها یک سخن با ربط عرض کنم، یکی از کاندیداها عنوان کرد و اون این بود که آقای هاشمی تباه، ایشون یکی دو بار گفتن که بانک یه پدیده اروپایی است و سوار کردن عقود فقهی روی آن خطا بوده و عملا بانک های ما نمیدونن چیکار میکنن. این حرف درستی، حرف درستیه که این رو مبسوطتر، درستتر عرض کنم، تحلیلی تر اقتصاددانان گفتن. من در این زمینه مطالب مفصلی نوشتم و تدریس کردم.
ولی این موجب نشده که آقایون این پدیده رو که کشور رو زمینگیر کرده، بانک‌ها رو برشکسته کرده، ادامه ندند. در نتیجه در میان مطالب زیادی که گفته شد، برخی سخنان موجه بود و بسیاری حرفای ناموجه هم بود. آقای دکتر منصور، دولت روحانی با وعده ایجاد رشد، افزایش اشتغال و رفع رکود برنده شد. به نظر شما این دولت الزامات رکود رو داره؟ الزامات رفع رکود رو؟ عرض کنم که ببینید، دولت روحانی در دور اولش در این 4 سال از 2 بال این تورم رکودی به تورم پرداخت و با تکیه به مشاوران خوبی که در اختیار داره، عرض کنم توانست تورم 44-45% رو به حدود 10-12% امروزی پایین بیاره. این به معنی متوقف کردن تورم نیست، بلکه آهنگ افزایش رو کند کرده و مردم احساس میکنن که قیمت هر روز بالا میره، زندگیشون تنگتر میشه، درآمدها اضافه نمیشه ولی قیمتها بالا میره. حتی اگر 12% درست باشه، رقم بسیار بسیار بزرگی است. ولی همین دولت که تورم رو تا حدودی به کنترل درآورد، در سال آخر حکومتش به سیاست‌های مغایر اون متوسل شد، یعنی این بار برگشت به تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی، یعنی سیاست احمدی نژادی. یعنی در این سیاست هم به بهانه‌های مختلفی که عنوان شده پیگیر نبود. اما چرا به رکود نپرداختن؟ رکود در واقع اون بمب ساعتی است که انفجار کل اقتصاد ایران و جامعه ایران رو در پی داره. در ایران ما جوانان 40 ساله‌ای داریم که متولدین انقلابند، نخستین شغل خود رو به دست نیاوردند. در نتیجه این همه جوان و این همه بیکار برای اقتصاد ایران، برای خانواده‌ها، برای سلامت جامعه امر بسیار خطرناکی است. ولی دولت چرا نتونست کاری بکنه؟ آیا واقعا نسخه اون نامعلومه؟ امروز در ایران ما اقتصاددان‌های خوبی داریم که میتونن در این زمینه برنامه بدند. در بیرون هم هستن کسانی که در این زمینه صحبت کردن و موضوع رو بلدند. ولی دولت وقتی رسید به این که در زمینه رکود کاری بکنه، با مقاومت بسیار شدید طرف مقابل که در واقع اون طرف اقتصاد زیرزمینی به رهبری رهبر انقلاب هست، اونجا متوقف شد و در واقع جلوی دولت رو از هر طریق گرفتن، بهش اجازه ندادن جلوتر بره. معنیش این بود که همون چیزی که قبلا پیشبینی شده بود، دولت اعتدال برای اصلاحی آمده که این اصلاح از حد آزاد کردن پولهای بلوکه شده فراتر نره و اون پولهای بلوکه شده رم در اختیار اون یکی بخش حاکمیت قرار بده، بیان که حساب کتابشو برای مردم روشن بکنه. ولی همین دولت که اون رفورما رو انجام داد، وقتی شروع کرد به این که یا رسید به اون مرحله که اقداماتی در این زمینه انجام بده، خب تنها چیزی که عنوان شد یکی دو تا طرح مقدماتی این برنامه بود که از سوی مشاوران دولت ارائه شد. در اونجا گفتن که ما برای این رفورم بزرگ نیاز به تفاهم و وفاق همه نظام داریم. معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر رهبری، اگر سپاه پاسدارانش، اگر اون بخش زیرزمینی انقلاب که زیر نظر ایناست با ما همکاری نکند، ما نمیتونیم، کار از دست دولت تنها ساخته نیست. و این امر درستیه. نظام اگر خودش رو در معرض خطر جدی احساس نکنه، چنین رضایتی نخواهد داد. لازمه این اصلاح و رفع رکود این است که اقدامای زیادی باید انجام بگیره. یکی این است که اقتصاد زیرزمینی ریشه‌اش کنده بشه.
به حداقل ممکن کاهش داده بشه، نه اینکه به صورت رسمی وجود داشته باشه و حجمش به اندازه 40% گاه 50% تولید ناخالص ملی بشه. شما ببینید کافی است که به ارقام بودجه‌ای که دولت خودش ارائه میکنه عنایت بکنید، اونجا وحشتناکه، در حدود 70% بودجه شرکت‌های دولتی است و حدود 30% بودجه‌ای است که کشور را باش اداره میکنه. عرض کنم این بودجه شرکتداری دولت امری است که حکایت از بیماری ساختاری میکنه. اینا نباید وجود داشته باشن، اینها باید به تدریج در اختیار مردم قرار بگیرن. به این ترتیب دولت نیازمند این است که تمام فعالیت‌های بزرگ که زیر نگین نهادهای انقلابی، نظیر ستاد اجرایی فرمان امام که به گفته رویترز 90 میلیارد دلار سرمایه داره اون روز، و نهادهای دیگر که گردش مالیشون از 10 میلیارد دلار سالانه تجاوز میکنه و تخمین ها این است که به اندازه اقتصاد مرئی در اونجا جریان اقتصادی انجام میگیره، اینا کسی به حسابشون نمیرسه، کسی به بودجهشون نمیرسه، اینا هم به دستگاه رسمی کشور مالیاتی نمیدند و در نتیجه فساد و ناکارآمدی در اینها غلغله میکنه. به این ترتیب آیا این که دولت الزامات رفع رکود رو داره در یک پاسخ در یک کلام میشود گفت که نه، نداره. اگر مجموعه نظام به این وفاق نرسن، همون کاری که در زمینه برجام انجام دادن، موافقت نکنن که ما نیازمند این اصلاحات هستیم، گام به گام انجام نخواهد گرفت. البته دولت رو معاف نمی کنه. دولت در برابر مردم وعده هایی که داده مسئوله، باید کارهایی که او میتونه بکنه انجام بده ولو با وتوی طرف مقابل روبرو بشه. اونا باید قانونشون رو وضع بکنن، عرض کنم لایحه‌شون رو به مجلس بیارن، پیشنهاد ملی کردن اون چیزها رو، اون نهادها رو بدن که اینا در اختیار دولت قرار بگیره، دولت طی برنامه منظم اینها رو بعد خصوصی بکنه. اگر اینا انجام نگیره طبیعی است که رکود به جا خواهد ماند و اقتصاد ایران در همین حالت زمینگیری از کنم دست و پا خواهد زد. دولت این امکانها رو، اهرمهاشو نداره، ولی همانطور که عرض کردم این دولت رو معاف نمی کند از این کار نکنه. اینا نباید بهانه ها رو بیارن که با مانع روبرو هستن. ملت بالاخره در انتخابات بیش از این دستش نمی رسد که اختیار این هم این دولت رو در اختیار این گروه بگذارن، و اینا که اختیار دولتی رو به دست گرفتند باید، ولو که دست دولت بنا به تعریف قانون اساسی بسته است، باید در اونجا در حد کارهایی که میتونن بکنن انجام بدن و از ظرفیت‌های موجود دولت در قانون حد اکثر استفاده رو بکنن. آقای دکتر منصور، اصلاح طلبان و اعتدالیون وقتی قدرت دولتی رو در اختیار دارند به بهانه این که بدون افزودن درآمد نمیتوان به اصلاحات سیاسی دست زد، در خدمت بخش غیر انتخابی نظام در میان و به قول آقای خاتمی تبدیل میشن به تدارکاتچی نظام. با این رویکرد، این رویکرد دولتیان، آیا ایران روی اصلاحات اساسی را هرگز خواهد دید؟ سوال بسیار اساسی جناب مرغی عزیز. ببینید اینا این مسئله رو توریزه کردند اصلاح طلبان، که کار ما این است که بیاییم سر قدرت، برای سر قدرت اومدن از هر ترفندی استفاده می کنند. وقتی به قدرت رسیدند اینا میگن که کار اساسی ما این است که پروژه ها رو اجرا کنیم به درآمد ملی اضافه بشه. ظاهر قضیه اینه، ولی کافیست شما به این نمونه توجهی بکنید. یکی از پروژه های بزرگ پروژه برجام بود. برجام رو به نتیجه رسوندن با تفاهمی که در رأس نظام بود، به نتیجه رسید. نتیجه شد
آیا زندگی مردم بهتر شد؟ آیا سفره مردم غنی‌تر و رنگین‌تر شد؟ نه. چرا نشد؟ برای اینکه ثمره برجام اولا در بسیاری از موارد که اینکه برجام منتهی بشود به افزوده شدن به تجارت، وارد شدن ایران به شبکه جهانی و ارتباطهای از کنم مالی پولی با دنیا، ارتباطهای بانکی با دنیا، هنوز به عللی که در اختیار اون طرف حاکمیت عملی نشده. یعنی ایران هنوز نمیتونه مقوله مقابله با پولشویی رو اجرایی بکنه تا مسئله همکاری با بانک‌ها در سطح جهانی به راه بیفته. اینا نمیتونن، برای اینکه اون یکی طرف کار اساسیش پولشویی است. پول‌ها رو با چمدان به تمام جریان‌های تروریستی جهان میرسونن. در نتیجه چنین سیستمی در سیستم بانکی جهانی نمیتونه راه باز بکنه و نظام بانکی جهانی را آلوده بکنه. ناگزیر با این پدیده‌ها باید برخورد بشود. اینا طوری درست کردن به این که ما باید اجرا کننده پروژه باشیم، ولی پاسخ این مسئله نمیدن. شما در چارچوب همین نظم سیاسی، این نهادهای سیاسی، حتی اگر موفق بشید پروژه ای رو انجام بدید که منتهی بشود به افزایش درآمد، این درآمد به سوی مردم نمیره، در دست اون یکی قسمت باقی میمونه. در نتیجه شما گام به گام، با هر گامی که در جهت اجرا کردن یک پروژه اقتصادی برمیدارید، باید نیرو پدید بیارید. این نیروی سیاسی که پدید میاد از سوی منتفعان اون پروژه اهرمی بشود به تغییر سیاسی. سیاست رو هم باید تحمیل کنیم به طرفاتون. در نتیجه این مسئله استدلال درستی نیست که ما باید اجرا کننده پروژه های اقتصادی باشیم تا بعد از آن وقتی کشور غنی تر شد بتونیم اصلاحات اقتصادی انجام بدیم، در حالی که این هم عملا دیده شده که نادرسته و هم به لحاظ نظری جای عرض کنم افتادن به این عرض کنم چاله ها نیست. قضیه روشن است که شما اگر ساختار سیاسی رو دگرگون نکنید، هر گونه تحول اقتصادی هم که بتونید پدید بیارید، سودش حاصل اون یکی طرف خواهد شد، نه دست شما. یعنی پول رو شما به دست میارید، ولی به جای اینکه پول هزینه بشود برای ارتقای زندگی مردم، میرود در سوی خرج میشود. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر منصور، سردار مسعود مهردادی مغز متفکر اقتصادی سپاه پاسداران به دلیل مشارکت در یک اختلاس 13,000 میلیارد تومانی بازداشت شده است. 13,000 میلیارد. چند تا صفر داره؟ آی دکتر 12 تا. یک منبع مطلع در سپاه پاسداران گفت سردار مسعود مهردادی عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران، بانک انصار، شرکت ارتباطات سیار، شرکت مخابرات و همچنین ده‌ها شرکت و نهاد دیگر متعلق به سپاه پاسداران که در هلدینگ یاس متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران در سمت مدیریت عاملی مشغول به فعالیت اقتصادی بوده، به دلیل مشارکت در اختلاس کلان مالی 13,000 میلیارد تومان به همراه سردار سیف قائم مقام خود توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. چطور همچی کاری کردن آخه؟ آقای مرشی عزیز، ببینید قضیه، ببینید هانا آرنت اون کتاب بسیار معروف و زیباش روش فیلمی هم ساختند با عنوان بنالیزاسیون دو مال، یعنی مبتذل کردن شر. شر رو وقتی تکرار میکنی به ابتذال گرایش پیدا میکنه، مبتذل میشه.
در جمهوری اسلامی مقوله فساد، تجاوز به عنف، کشتن بدون محاکمه، بدون محاکمه و محکوم کردن طرفی رو به مجازات رسوندن، اینا آنچنان جا افتاده که قبح خودش رو، شنیع بودن خودشون رو از دست داده. در نتیجه هیچ کسی که تعجب نمی کنه، مردم فقط در حال کلی میگن که اینا همه فاسدند، ولی معنای این قضیه و حدود این فساد، ملاحظه بفرمایید در این کشوری که شما هستید، در این کشوری که بنده هستم، ما در اینجا آدم‌های بسیار بزرگی داریم که 10 سال 15 سال در سمت وزارت دفاع مملکت کار کرده، در وزارت به عنوان وزیر بوده، ولی روزی به علت اینکه 4000 پوند رو عرض کنم که به حساب خرج خصوصی باید باشه، به حساب خرج عمومی گذاشته، از تمام سمتاش برکنار شده و از اون عریکه قدرت و محبوبیت صعود کرده. نظایر اینها زیاده، یعنی اینایی که در پارلمان، در پارلمان انگلستان، خب این تقلف‌های جزئی در حدود 2000 پوند 3000 پوند اینا رو انجام دادن، اینا در شمار ده‌ها از کاراشون برطرف برکنار شدن. در ایران ما شنیدیم مرتب که آقای مثلا شهرام جزائری، آقای بابک زنجانی، آقایون دیگر عرض کنم، اینها دزدی هایی در ردیف 1000 میلیارد تومان و چند هزار میلیارد تومان یا میلیارد دلار از انجام، به طور که این رقم ها رو خود وزرای دولت نمیتونن بخونن. ملاحظه فرمایید، یعنی شما وقتی حتی بدید بزرگان باسواد های وزیران این دولت این رقم ها رو بخونن، نمیتونن بخونن. اینای 13 با 12 تا 0، این 13000 میلیارد تومان، 13 تریلیون تومان میشه. لفظ تریلیون هم دولت به کار نمیبره، 1000 میلیارد میگن. در اینجا خوندن این ارقام از سوی دولتیان به صورت مضحک در میاد، ولی به هر صورت از بس اینا تکرار شده، اینها اون در نزد افکار عمومی به صورت عادی در اومده، فقط به این صورت در اومده که مردم میگن همه اینها دزدن، ولی چقدر میدزدن، چگونه میدزدن، ثمره این دزدی چیست که مردم رو زمینگیر میکنه، که در ایران 10 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن در این کشور غنی با این درآمدهای کلام. این قضایا همینطوری عرض کنم در روی ارکان میز بحث میمونه و این کارها ادامه داره و صحبت این است که چگونه میشود که بالاخره در نهایت کشف میشه. به اینم توجه بکنیم که وقتی اینا کشف میشوند، کشف به صورت ابزاری انجام میگیره، یعنی وقتی یکی رو میخواهند عرض کنم دراز بکنند، اونجا اون کشف میشود، در مورد بقیه دیگه کشف نمیشه. تازه بعد از کشف رنج اقدامی انجام میگیره، در غالب اینها اقدامای انجام نگرفته. کافیست شما پرونده مفاسد اقتصادی مجلس رو ملاحظه بفرمایید و ببینید که در برابر دزدی های میلیون درهمی فقط طرف رو به پرداخت 1 تومان یعنی 10 ریال محکوم کردن. اینا نظایرشون زیاده در اون پرونده مفاسد اقتصادی. اونجا که فاسد خودیست، در اونجا هیچ قانونی در برابرش عمل نمی‌کنه. آقای دکتر، این سوالایی که میخوام بکنم نمیدونم اقتصادیه یا نه، شما بفرمایید. یکی این است که روزنامه شهروند گفته است که سرنوشت 11000 پزشک که در ایران دکترا گرفتند نامعلوم است، به علت بیکاری بر صورت 11000 نفری که برای ثبت پروانه مطبشون باید مراجعه میکردن مراجعه نکردن. سوال دیگر این است که 3 نماینده مجلس درباره افزایش کودک فروشی در ایران اخطار کردن. اینا اقتصادی این سوالا؟ بله، بود اقتصادی داره قربان. بله، عرض بکنم در مورد اون پدیده
پزشکان. آقای دکتر ما 4 دقیقه وقت داریم. بله. بفرمایید. ببینید اینا به 2 علت اومدن به گسترش دانشگاه ها دست بزنن. علت نخست این بود که از این رهگذر پول در بیارن که پولای کلان میگیرن برای دانشگاه آزاد مثلا. علت دوم این است که جوانان رو به جای اینکه شغلی برشون بدن که ندارند هدایت کنن به کلاس ها فعلا از شرشون رها بشن. نتیجه این شد که بعد 5 سال 6 سال این جوان بیکار به صورت فارغ التحصیل در بیاد با چه کیفیتی؟ در مورد کیفیت خدمتتون عرض کردم من به عنوان ارزیاب میزان تحصیلات ارزش تحصیلات ایرانیا برای وزارت علوم سوئد کار کردم. در اونجا ارزیابی که انجام میدم منم توشون بودم دیدم که چگونه است و چگونه درجه گذاری میشه. پزشک ایرانی امروز فارغ التحصیل میشه به هیچ وجه به عنوان پزشک شناخته نمیشه. دندون پزشک ایرانی به هیچ وجه به عنوان دندان پزشک در اون کشور شناخته نمیشه. بهترین رشته تحصیلی ها مهندسی ها مهندسایی بودن که در دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده بودن که تقریبا با 1 کلاس تنزل مورد قبول واقع می شدن. در نتیجه با این پدیده روبرو هستیم که بیکاران بسیارشون در ایران دارای مدارج فوق لیسانس و دکتری هستن. در مورد افزایش کودک فروشی عرض بکنم. ببینید کودک فروشی در کشوری من یه وقت که هندوستان رو میگشتم دیدم اونجا که مثلا حیرت میکردیم که مادری فرزند خودش میفروشه به رقم 400 روپیه. عرض کنم من فکر کردم چنین فاجعه‌ای هرگز در ایران نمیتونه اتفاق بیفته. متاسفانه الان در ایران اتفاق میفته و پدر و مادر بچه خودشونو میفروشن برای اینکه فقر واقعا انسانها رو دژنره میکنه، تباه میکنه. در چه به اونجا رسیده این متاسفانه. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون. این حقایقی که شما میفرمایید واقعا باید مورد دقت و مداقه دیگران هم قرار بگیره. ممنونم ازتون تا گفتگوی دیگری. سپاسگزارم. و ممنونم از آقای بهروز مشکینیار که کارگردانی میکنند این برنامه رو و با تشکر از همینان عزیز.